از سالهای گذشته بازار افتاد به دست تندروهای اسلامی، قسمت اعظم بازار. همونطور که میدونید ایران به طور کلی روی همون سبز میدون تهران که میگن بازار اصلی، اون بازار اصلی تهرانه که در سالهای پیش، مثلا من یادمه 20 و اندی سال پیش که رفت آمدی اونجا داشتیم، میگفتن روزانه 20 سال پیش دارم میگم، روزانه 2 میلیون نفر میرفتن توش میومدن بیرون. حسابشو بکنید 20 سال پیش، حالا 20 سال از این داستان گذشته، ببینید چند میلیون نفر خرید و فروش میکنن و بعد جنس هایی که در این بازار اصلی هست به سمت کل ایران پخش میشه که بزرگتریناش یکی در تبریز هست، در مشهد هست، در شیراز هست، در اصفهان هست و یکی دو شهر جنوبی که پخش میکنن بسیار از وسایل رو به سمت کشور. هر اتفاقی برای این بازار اصلی بیفته به دلیل اینکه بیش از 80% بازار، 70% بازار روی اعتبار میگرده. یعنی چی؟ شما میرید از یک جایی جنسی شما، یعنی شمای شناخته شده، نه آدمی که ناشناسه باید بره کش بخره، پول نقد بده، نقد خریدار، نقدینگی. ولی بازار از سالهای پیش در ایران بر این مبنا حرکت میکرد که بر حساب اعتبار بود، هر شخصی با نامش دارای اعتبار بود، اعتباری که اون شخص داشت بابت جنسی که میخرید چک میداد، چک که میداد مدت دار بود، 1 ماهه 2 ماهه. حتی من خبر داشتم از بازار در این چند مدت اخیر که جنس ها رو حتی از 7 ماه تا 1 سال بعد چکشو میدادن و فروش به فروش میرسوندن. ببینید یعنی چقدر وضعشون خراب بوده. قدیما یک جنس خوب وقتی که میومد تو بازار، جنس خوب که باید کش پرداخت میشد یا حد اکثر مثلا چک روز یا 4 روز بعد، 1 هفته دیگه روی جنس خوب دیگه بدترین چک بود که داده میشد. این کسی قبول هم نمیکرد که روی جنس خوبش 1 هفته بخوابه. ولی ببینید وضع چقدر خراب شده که حتی حاضرن تا چک 1 ساله بگیرند و جنسشون رو بدن، تازه به کسانی که اعتبار دارن. در میان این اعتبار، من میبردید داخل تو یک بحث دیگه، این بحث خیلی بزرگیه. اعتبار در بازار یک بحث جداگانه است که میبایست 2-3 ساعت در رابطه باهاش صحبت کرد. به طور کلی از سالهای توطئه جهانی به این ور شروع کردن اعتبار رو میانه، اعتبار و اطمینان رو روی مردم از بین بردن با صحبت‌های خمینی که قسمت اعظمش به قسمت بازارم کشته شد. یعنی چی؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، شخصی مغازه‌دار بود در بازار، جنسی وارد شرکتی میشد، وارد مغازه دیگه میشد، شما میرفتی اونجا میگفتی اینا رو سوار چرخ بکن فلانی، ببر بذار در مغازه من، رو حساب اسمت، هنوز چکم به اون فروشنده نداده بودی، هیچی، میگفت آقای فلانی خیلی ممنون، جنس رو ورده برو، جنس میرفت بعدن یاری که دم در بود یه چکش رو می نوشتن میدادن بهش. یعنی بر حساب اعتبار و نام کار میکرد. چرا؟ چون اطمینان در جامعه وجود داشت. به مرور سعی کردند که به وجود آوردن وضعیت بد اقتصادی اعتبار و اطمینان رو در جامعه ایران بشکنن. وقتی که اطمینان از بین میره، در هر سطوحی از بین میره، وقتی که اطمینان از بین میره دیگه برادر برادر رو نمیشناسه، پسر مادر رو نمیشناسه، زن شوهر رو نمیشناسه، هیچ کس رو نمیشناسه. همون داستانهایی بودش که شما میدیدید در این روزهایی که گذشت، در طی تمام سالا میومدن میگفتن ایران دیگه وحشتناکه، کسی به کسی اعتبار نمیده، همه جانیان، همه میخوان هم دیگر وسط خیابون جر بدن، فوش خواهر مادر میدن، 1001 نمیدونم تجاوز میکنن به دختر مردم، دست درازی میکنن به دختر مردم، قیمت میدن به زنای مردم وسط خیابون و چیزایی که وجود داره. اینا همه ریشه های همون چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم. خمینی از روز اول که اومد گفتش چی؟ آقا همسایاتون رو باید لو بدید، اینو باید فلان کنید. اینا از روی سیستماتیک بود. اگر کسی فکر میکنه که این شخص نمیدونست چی داره میگه، برعکس اون شخص بیسواده. اینها همه سیستم هایی بودش که از طریق انگلیس دیکته میشد برای رهبر عظیم الشأن به قول انقلاب اسلامی، اون خمینی دجال، و بعد اون دیکته میکرد در سطح پایین. کسانی که معصوم بودن نمیدونستن این چی داره میگه، میرفتن هر چیزی که این میگفتن عین میمون، همون کاری که این میگفت میرفتن انجام میدادن. میگفت آقا برو بچه‌تو بکش، میرفت بچه‌تو میکشت. میگفت برو مادرتو لو بده، میرفت میداد. هر کاری که اون گفت، اینا به خاطر اینکه فکر کردن اعتقاداتشون درسته، کارشون درسته، این کارو انجام دادن.
ولی نمیدونستن که انتهای این روزهایی که این کارا رو دارن به وجود میارن به کجا میرسه. انتهاش یعنی که تو دیگه بچه خودت به خودت اطمینان نداره. یعنی وقتی میفهمی باباش رفته مادرش رو لو داده، باباش رفته برادرش رو لو داده، یک کینه شخصی در این بچه به وجود میومد. این چیزایی است که روانشناختی جامعه است، دارم براتون توضیح میدم که بدونید شما در جامعه ایرانی یکی از میلیون ها داستان هست که باید بر شما گفته بشه، ولی متاسفانه به مزخرفات در رسانه ها بیشتر کشته میشه تا مسائل واقعی جامعه در ایران چه میگیره. به هر روی این اطمینانی که در بازار از بین رفت توسط چه کسانی از بین رفت؟ کسانی که به فرض سالیان سال در بازار زندگی میکردن، اعتباری داشتن، یک دفعه یک شب میزنه به سرشون، به خاطر فشار اقتصادی میگن آقا بزن بچه رو زودتر بفرستیم مملکت خارج، چه گور پدر این 20 سالی که من تو بازار بودم، میرم جنس میخرم هفته بعد زیر قیمت میفروشم، من از مرز فلانجا میام بیرون، تا اینا بخوان بفهمن چکای برگشتی دادم که مال سه هفته بعده، من در فلان کجا آباد لس آنجلس قرار گرفتم. اتفاقا اتیشم اومدن همینجا، همین شهر فرشتگان، مقصد بسیار بسیار نامعلوم دوست داشتنی ما در لس آنجلس. این شوکی بود برای بازاری ها که دفعه می دیدن کسی که 20 25 30 سال تو بازار اعتبار داشته، مغازه داشته یا رنت داده بود، اصلا یک دفعه یا سرپا کار کرده بوده، جنس از این دست می خرید از اون دست می فروخته، ولی اعتبار داشته، چکش اعتبار داشته، نامش اعتبار داشته، آقا هر کی میگردن دنبالش فلانی رو می بینی کجاست، نه چند میلیون از تو گرفته، آقا من 10 میلیون، اون یکی میگه 5 میلیون، یک دفعه میبینی کسی میومد اعتبارش رو میفروخت، اطمینانی که به دست آورده بود به فرض مال 20 سال 25 سال 30 سال یا حتی مال پدرش 50 سال قبل میفروخت، به دلیلی که دیگه کم میآورد نمیتونست میزد زیر بسیاری از مسائل میرفت. این یکی دوتا نبود، اتفاقا یکی بعد از دیگری در بازار تهران افتاد و اطمینان از میان رفت، به صورتی که در بسیاری از این شعبات، در بسیاری از این اصناف ها مادن چیکار کردن؟ افرادش 25 سال 30 سال فرض بگید مثلا طلافروش بودن، اومدن بیرون یا شغلای دیگه داشتن، حالا طلافروشی بسیار کمتر چون بیشتر نقدینگیه، شغلای دیگه که روی چک بیشتر کار میشد، دیدن آقا توان ندارن دیگه، حتی به مغازه روبرویشون هم اطمینان ندارن که یارو 25 سال 30 سال اونجا بوده، میگن اگر من این جنس رو به این بدم مثلا 15 میلیونم دست اینه، کل اسست زندگیم سرمایه‌ام به فرض 20 میلیونه، 15 میلیون جنس به یارو بدم، اینی که رفیق من بوده 20 سال بذاره بره، اون وقت چی؟ این شکستن ستون فقرات بازار، اعتبار بازار، اطمینان بازار بود در تمام این سال‌ها. و بعد قدرت افتاد دست چه کسانی؟ که از بالا از طریق رفسنجانی و بازار به دو قسمت تقسیم شد، طرفداران تندروها یعنی رهبری و طرفداران هاشمی رفسنجانی. این داستان تا 2005 ادامه داشت، به کشبکشایی که تا 2005 ادامه داشت. از 2005 به بعد حدوداً پشت پرده بازار به دست طرفداران خامنه‌ای افتاد با سپاه پاسداران، درگیری های پشت پرده اتفاق افتاده که به من خبرش رسوندن که تفسیرش بسیار زیاده و خطرناک برای کسایی که در ایران زندگی میکنن که احتیاج به گفتن نیست. هاشمی رفسنجانی در این انتخابات با طرح توطئه لبخند سبز که از پشت پرده